دلتنگی، افسردگی و استراب از اولین مشکلاتیه که بعد از مهاجرت سلامت روانی آدمها رو نشونه میگیره. بسته به اینکه مهاجر چه شخصیت، سرگذشت و توانمندی داره، شدت این احساسات فرق میکنه، اما تقریبا تو همه آدما اتفاق میافته. شما تو سراسر زندگی با موقعیت‌های حساس زیادی روبرو میشین. قبولی تو دانشگاه، پیدا کردن کار، ازدواج، بچه دار شدن یا زندگی توی کشور دیگه، موقعیت‌های حساسی هستن که شاید خوشایند باشن، اما شما رو با موقعیت استراب‌آور و جدیدی روبرو میکنه که نیاز داره شما باهاش تطبیق پیدا کنید. تو این شرایط شما نمیتونین با روال طبیعی قبلی زندگیتون رو بگذرونید. شما باید برای عبور از موقعیت‌های حساس انرژی بیشتری صرف کنید و تغییر کنید. تو این قسمت با چند نفر از آدم‌هایی که مهاجرت کردن صحبت می‌کنم و نظرشون رو راجع به این تغییر می‌پرسم. چه چیزایی برای به نظر اینجا خیلی سخت و متفاوت بوده؟ یعنی انتظار داشتی که بهتر باشه ولی نبوده؟ اینکه از نظر کارت، شغلت، موقعیت هیچی سر جای خودش نیست. خیلی طول میکشه تا بیای جا بیفتی. تقریبا آدمایی که مهاجرت میکنن هیچ آدمی اونقدر تو سر جای خودش و مثلا موقعیت خودش و اگه قبلا درس خونده نیست و خب اینا خودش به نظر من خیلی چیزای سختیه. راستش اصلا به خاطر اینکه همسر من به من میگفت هیچ تصویری توی ذهنت از آمریکا نداشته باش. هیچ چیزی تصور نمی‌کردم که بیام اینجا مثلا بگم واو چقدر مثلا متفاوته یا اینجوری نیست. آنلاین هیچی نبوده. همه‌شون چون اینجا ساختی اون تصورات دیگه. ما که میایم اینجا خیلی انرژی داریم. مثلا یه بادکنکیه که تاش در میره تو هوا میچرخه. آره. ما اونجوریم. نمی‌دونیم چیکار، هی واسه خودمون میچرخیم تا اینکه به اون چیزه باید یه جهتی بدیم که اون انرژی تو مسیر درست بره جلو. نه چیزی برای من نبوده. راستش من چون آدمی هستم که چیزی که ببینم بعدش انتظار دارم نسبت به اون چیزی که دارم میبینم، مثلا یه انتظاری دارم دلم برای مامانم واقعا تنگ میشه. اون دلتنگی خانواده خب خیلی اذیت کنه. فقط دلتنگی هست که آدم اذیت میکنه. اینش واسه من خیلی سخت بود که من آدم ها رو اینجا نمیبینم. بعد خب اوائلش سخت بود، یعنی میخواستم خب دوست پیدا کنم، میخواستم آدم رو ببینم کیا کجا میدم، ولی خب هیچکی نیست. بعد این چیز برای من درسم بود که حالا مثلا با اشتباه کانسلر کالج من الکی اول 2 سال رفتم کالج، بعد 2 سال مثلا گفتم اصلا این درس هایی که رفته کالج خوندی اصلا دیگه به دردت نمیخورد. تو رشته خودم نمیتونم درس خودم، تو رشته خودم نمیتونم کار کنم، یه کار کاملا بی ربط با درس خودم دارم میخونم. غیر از این خود شرایط زندگی اینجا و جامعه اینجا چه؟ من خودم به شخصا آرامشی که اینجا تجربه کردم تو ایران تجربه نکرده بودم به عنوان یه دختر. آره. به خاطر اینکه تو ایران شرایط دخترها خیلی برای خانوما خیلی متفاوت بود. خیلی متفاوت بود، خیلی سخت بود، ولی اینجا اصلا با آرامش زندگی میکنی. از اینکه یه پلیس میاد کنار قرار میگیره تن و بدنت نمیلرزه، بگی پلیس نیست، اول مقابل برسه کجا بگیره. آره تو کی هستی؟ ببرده چی کارم میخوام بکن؟ اصلا این طوری نیست. خانم چرا حجابت افتاده؟ آرامش میکنی وقتی پلیس رو میبینی، واقعا یه حس امنیت به آدم میده. بخش دیگرش هم اینه که آزادی بیان داری، خیلی راحت میتونی راجع به هر چیزی نظر بدی. حرف ما یاد گرفتیم تو ایران که نباید حرف بزنی. با داده خیلی پتر نکنی بیا خب یه بقل من نه قشنگه میگه نه خوبی خاصی داشته نه بدی خاصی به نظرم. خیلی نرمال بوده. آره. تفاوتی برات با ایران نداشته محیط اینجا؟ نه. اصلا. تنها چیزش که یکم خب بیشتر آزادیشه. آدمای اینجا اونقدر که آدمای ایران، البته آدمای اینجا هم خیلی استرس دارن، استرس زندگی اینجا هم زیاده. ولی مثلا یه ذره آرامشش یه جوری به هر حال بیشتر از ایرانه. اصلا هیچ کس به هیچی نمیرسه. اینجا هم آدما همش در حال کار کردنن. آره. که بتونن کار کنن. تفریح خاصی ندارن، چه میدونم
ویکند خاصی ندارن، هر روز هفته همه آدم ها اینجا سر کارن دیگه، عمری کار دیگه. به هر حال زندگی از یک نظرهایش یک کمی راحت تره. درسته که مثلا اینجا همه آدم ها زیر مثلا پیمنت و قسط و اینان، ولی خب این آپشن رو بهت میده که هرچی که میخوای داشته باشی، بعد حالا پولش رو قسطی خورد خورد پس میدی، در صورتی که تو ایران نمیتونی همچین کاری، آره نمیتونی همچین کاری کنی. ولی به ازای مثلا اون سختی که میکشی یه چیزی هم دریافت میکنی. ایران ممکنه که تو این سختی رو میکشی و اون مزایا هرم دریافت نمیکنی. ولی اینجا تو واقعا میتونی، تعریف اغراق‌آمیزی دارم نمیکنم، هر کسی، خودت مهاجرت کردی، من مهاجرت کردم و با بچهای دانشجوی زیادی هم ما در تماسیم، هر کسی میتونه واقعا از صفر صفر شروع کنه. خب خیلی در هر زمینه‌ای میخوای بری جلو اینجا هست. اگه بخوای پارتی کنی همیشه هست، بخوای نمیدونم بری سراغ دراگ هست، بخوای درس بخونی هست، بخوای بیزنسمن بشی میتونی، بخوای نمیدونم مایکل شوماخر بشی میتونی، بری تست درایو کنی و هر کاری بخوای میتونی انجام بدی. فقط باید بدونی که چی میخوای انجام بدی. دقیقاً. باید بدونی که چی میخوای، کجا میخوای بری، کار چیه. و این هدف خیلی مهمه که پیدا کنی که راهت کدوم بره. آن تایمی اینجا واقعیه که مثلا قرار داری، کار داری، کلاس، همه چیز واقعا باید آن تایم باشه. تو ایران خب همچین چیزی میکسنس نمی‌کرد، اصلا وجود نداشت. من خیلی ایرانی ها دیدم که اومدن اینجا لایف استایلشون تغییر نکرده، میدونی همونطوری که تو ایران یه سری باورهای خودشون بوده و اینا، همون مدلی دارن زندگی میکنن، مثلا رعایت کردن نوبت دیگران. من چیزی که فکر میکنم اینه که ما هممون اگر که قصد مهاجرت داریم، اگر که دنبال یه زندگی بهتر هستیم، چرا که نه، اگر آدم بتونه این کارو بکنه واقعا براش خوبه و اینکه بتونه زندگی خودشو بسازه خیلی قشنگه، ولی همون تو اون ایرانی که هستن سعی کنن زندگیشون رو تغییر بدن، برن ببینن مثلا آشغال بیرون نریزن از تو ماشینشون، یا خیلی چیزای دیگه مثلا قوانین رو رعایت کنن. من داشتم برای رانندگی، گواهینامه رانندگی اینجا اقدام کردم و کتابی که میخوندم، کسی که پشت ماشین آمبولانس یا پلیس یا هر چیز رانندگی کنه اندازه $1,000 جریمه میشه و زندان میره. به کسی که الان میخواد بیاد مهاجرت کنه، اگه بخوای بهش چیزی بگی، یه نکته‌ای بهش بگی، چی بهش میگی؟ اول از همه زبان بخون قبل از اینکه بیای، خیلی جلو میندازه شما و زودتر میتونید وارد جامعه آمریکایی یا حالا هر جای دیگه ای بشید. واقعا 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 اگر مهاجرت میخواین برین انجام بدین، حالا به هر طریقی که خودتون میدونین، زبانتون رو واقعا بخونید. خیلی ها میدونم که اصلا تصورشون از آمریکا یه چیز دیگه است. اونجوری که آمریکا رو خیال و تصور میکنن، آمریکا واقعا اون نیست. خیلی سخته، خیلی سختی های خودشو داره. وقتی اومدید تو هر کشوری که رفتید، سعی کنید با مردم اون کشور اخت پیدا کنید و فرهنگشون رو بشناسید. شما هر کاری که بخواید تو این دنیا انجام بدیم، با اراده و پشت کار میتونید به هدفتون برسید. اینا اکسکیوزه. بی هدف نگن که مثلا چون سینا رفته یا آیدین رفته همه دارن میرن منم برم. این یه خیلی اشتباه است. بدون که واسه چی میخوای بیای، و اگه دونستی که واسه چی میخوای بیای، نترس دیگه. اول باید ذهنی مهاجرت کنی، بعد جسمی.